قرار نیست انسان کشته بشه که. من شما در عاشورای مهدوی انشالله در زمان ظهور قرار نیست همه کشته بشن که، قرار ما برسیم به یک نقطه همراه بشیم به اماممون علیه السلام. یک جای مأموریت کشته شدن هم باشه انسان جونشو فدا میکنه. من میخوام جز اون عده باشم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، توی دنیا زندگی بکنم ولی مشغولیتم دنیا نباشه. میخوام جز اون عده باشم که صدقوا رجال صدقوا ما عهد الله علیه، اگر منتظرم منتظر واقعی باشم. برای این باید به اون نقاط توجه کنم، ولی با توجه به اون نکته که عرض کردم، اینکه مشغول نکنم، نور ببینم، ظواهر رو بذارم کنار. بریم کربلا، 40 مگه این اتفاق نمیفته دوستان من؟ 40 یه اذن عمومی به رفعت داده میشه. ببینید حالا الان بعد از چندین سال که از 40 گذشته، امنیت خیلی ویژه‌ای حاکمه، خیلی هم خب کسانی که دوست دارن امنیت گرفته بشه شاید سعی هم میکنن ولی نمیتونن. قبلها انفجارهای صورت میگرفت، هیچکیو نمیترسوند. چرا نمیترسه؟ به محض اینکه نور 40 منتشر میشه، اونهایی که مساعدتر قلبشون کشیده میشن به ارتفاع، کشیده میشن، دیگه از مرگ ترسی ندارن. بهشون میگی میری اونجا سختی هست، مشکل هست. آقا مشکلم هست، ولی اصلا مشکل و سختی رو حس نمیکنه. من شما رو توصیه میکنم دوستان که نرفتن، خصوصا کلیپ ها و قطعه فیلم هایی که پخش میشه رو حتما رصد بکنن. تو این ایام نگاه میکنی، من دیدم بچه رو گذاشته توی یک سبد میوه، یعنی انقدر توان مالی نداره که یک کالسکه با خودش بیاره، بچه رو کشیده میکشونه میبره. یک زن، شما اذیت نمیشی؟ نه آقا، مرد دیدم کمرش خمیده است. کسایی میگن که آقا ما پادرد داریم، کمردرد داریم، تو محل زندگیمون یه چهارا نمیتونیم راه میریم. چجوری این مسافت رو میای؟ میگه نمیدونم. کسانی که آقا پای دیگ وا میسن، توی موکبا وا میسن، میگن من اصلا توان کار زیاد ندارم، اینجا میام نیرو میگیرم. جسمت از عمق جدا میشه، حتی دست و پای من شما نور میکشون آدمو. اونایی که رفتن این تجربه رو دارن، درد و خستگی و احساس نمیکنن، حتی گرسنگی. نگاه کنید تو رفتار انسان ها اثر میذاره، اثر دیگه تو صفات انسان هاست. قرار بود تاسوعا باشه 40. توسعه ها یعنی چکار کنه؟ انسانو توسعه بده، ظرفیت بده. یکی از توسعه ها توسعه های جمعیتیه. انشالله این نور هی دلهای بیشتری رو بکشونه به سمت کربلا در 40.